بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اصول اهل سنت جماعت در مورد نامه های الله متعال این است که نامه های الله همه توقیفی هستند یعنی چی نامه های الله متعال توقیفی هستند؟ یعنی این که تنها الله متعال است که اعلام می کند چه نامی دارد و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم ما انسانها ها از طرف خودمان حق نداریم که بر الله متعال نامی بگذاریم فقط باید به همان نامه های الله متعال که در قرآن یا احادیث صحیح پیامبر آمده باید اکتفا بکنیم زیرا که ما الله متعال را با عقل نمی شناسیم. که از طرف خودمان با عقل خودمان بر الله متعال نامی بگذاریم الله متعال میفرماید: ولا تقفوا ما لیس لك به علم ما را نهی کرده از این که موردی را که به آن علم نداریم در موردش حکم نکنیم قضاوت نکنیم انکار نامه های الله متعال نامه هایی که در قرآن آمده یا در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده این یک جنایتی هست در حق الله متعال و به هیچ عنوان قابل قبول نیست و همچنین نام گذاشتن یک نام بر الله متعال و مشخص کردن نامی برای الله متعال که در قرآن و حدیث نیامده این هم انحرافی از روش اهل سنت و الجماعت و از توصیه های قرآن کریم است. پس بنابراین وقتی که میگیم نامه های الله متعال توقیفی هستند یعنی فقط باید از منبع قرآن و حدیث ثابت شده باشند و عقل بشری در این زمینه مجالی برای نامگذاری الله متعال ندارد و باید حتما فقط به نامه های اکتفا بکنیم که در قرآن و حدیث آمده حتی به نامه های معادل که هم معنیش هم باشند در ظاهر ما نمی توانیم چونیم نامی رو بر الله متعال بگذاریم به طور مثال یکی از نامه های الله متعال الاول هست الاول یکی از نامه ها و صفات الله متعال هست آیا ما میتوانیم که نام قدیم را اینو ترجمه بکنیم به قدیم بگیم که قدیم هم یکی از نامه ها و صفات الله متعال هست نه به هیچ عنوان زیرا که در معنی با همدیگر متفاوتند زیرا که نام قدیم نه در قرآن آمده و نه در حدیث آمده نام درست که معنی کامل و غیر ناقصی دارد الاول هست قدیم وقتی ما میگیم فلان چیز قدیم هست یعنی این که زمان زیادی بر اون گذشته اما یک زمانی وجود داشته که این اصلا این شی وجودی نداشته قدیم هست اما حادث هست الله متعال قدیم نیست الله متعال اول بلا ابتدا هست یا به طور مثال مثلا میگیم که الله متعال قوی هست القوی یکی از نامه های الله متعال هست دلالت بر صفت قوت میکند آیا جایز هست که ما در زبان فارسی مثلا معادل این کلمه قوی را مثلا میگیم سختکوش آیا جایز هست که بگوییم که یکی از نامه های الله متعال سختکوش است و صفت الله متعال سخت است؟ نه به هیچ عنوان ما چون این اجازه ای را نداریم زیرا که قوی یک نام بدون نقص و بدون ایراد است اما سخت کوش بودن به این معنی که انسانی هست که توان بیشتری از دیگران دارد و وقتی که کاری رو انجام می دهد دوچار زحمت و تکلف می شود و این نام شایسته الله متعال نیست پس بنابراین این را به خاطر بسپاریم که نامه های الله متعال توقیفی است و ما از نظر حدس و گمان خودمان با حدس و گمان و با عقل خودمان اجازه نداریم که نامی رو بر الله متعال بگذاریم نامه های الله متعال حتما باید از طریق قرآن یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده باشد ما نامی دیگر برای پروردگارمان از منبع و تاریخ دیگری را به هیچ عنوان قبول نداریم و نام و صفت الله متعال نیست. الله و رسول بهترین نامه ها و صفات را برای الله متعال بیان کردند و نیازی نیست که ما از طرف خودمان پروردگار را نامگذاری بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.